خب بیندای گرامی، گزارشات شنیدین و خوشبختانه که فعلا ما بلاین تلفن داریم جناب محترم میرحمت جوینده، وکیل منتخب مردم کابل در اولیسی جرگه. جوینده صاحب، برای شما هم سلام تقدیم میکنیم. ما هم سلام تقدیم برای شما و برای کل سلام تقدیم میکنیم. سلامت باشین جوینده صاحب. شما ای حادثه امروز و دستگیری آقای مطهر و ای سر و صداها را من حیث یک وکیل پارلمان چگونه بررسی میکنین و چی اقدامات را شما در پارلمان روی دست خواهد گرفتین؟ ما مطمئن هستم که باید کسانی که مثلا شکل جوابی باشن در برابر قانون، به خاطر که قانون اساسی افغانستان برای آزادی بیان حد و اصل نگذاشته، ولی اگر در حالتهای خاصی اینا جرمی مشهودی دارن، اینا میتونن به محاکم و مراجع عدلی مراجعه کنن، ولی هیچ کس خسرانه حق نداره بدون صلاحیت محاکم و بدون بررسی و نتایج کمیسیون تخطی رسانه کسی را بندی کنه یا دستگیر کنه. بدان ما ایراس از این دارم اگه ادامه این سلسله ادامه پیدا کنه و آزاده بیان واقعا در خطر خواهد بود در افغانستان. خب تشکر میکنیم جناب جوینده. در جریان چند ماه ما سر و صداها و اعتراضات زیاد نسبت به آقای خرم وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ شنیدیم، ولی تا کنون پارلمان کدام واکنش نشان نداده در این رابطه؟ این دفعه آیا واقعا پارلمان واکنش نشان داده؟ شما دیدید همین تصویب قانون رسانه با دکترت دو سلسله مطلق آرا. بله، قد به اینکه مردم از وضع موجود آزادی رسانه به سو آمدن، واقعا شایستگی و کفایت لازم در ارگانهای رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ موجود است. اولین بار نیست که در مورد مدیر مسئول روزنامه آلمان ملی شده. چندین حادثه دیگه هم در افغانستان صورت گرفته. تا وزیر اطلاعات و فرهنگ کسی وزیر اطلاعات و فرهنگ به آزادی بیان گپ مفت بگه و یک پدیده غربی بگه، چه توقع دارین از وزیر از وزارت اطلاعات و فرهنگ که بتونه کار به خاطر آزادی رسانه انجام بده؟ یعنی این دفعه شما قانون رسانه را تصویب کردین، تطبیق خواهد کردین؟ ما تصویب کردیم، وقت وقتی که جمهور مزازاتی داشت رو رد کردن با دو سلسی آرا که بیشتر از چهار نفر هم از دو سلسی آرا بیشتر به اتفاق داره کلی آزای ویول سیرگه یک قانون تصویب کردن و ازداد به توشیر رایی چمون نیست باید در جرده رسمی نشد شد و ما آلی دیگه از مراجع وزارت عدلیه پسان خواد که این بیشتر تا روز نشد نکردن. جناب جوینده صاحب، از شما ما تشکر میکنم که حاضر شدین لحظات با ما صحبت کنین. یک جان ممنون، تشکر.